نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا برای احیای برجام به قطر رفتند. چه دورنمایی برای حل اختلاف‌های برجامی میان ایران و آمریکا وجود دارد؟ احیای احتمالی برجام چه تأثیری بر مناسبات جمهوری اسلامی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. باقری کنی و رابرت مالی نمایندگان ایران و آمریکا به دوحه رفتند تا این بار با میزبانی قطر مذاکرات احیای برجام را دنبال کنند. کمی آن طرفتر در حاشیه آب‌های خلیج فارس، مقام‌های بحرین، امارات، مراکش و اسرائیل در شهر منامه گرد هم آمدند که پیمان ابراهیم را میان اعراب و اسرائیل دنبال کنند. در چشم‌انداز امروز آخرین رویدادهای مذاکرات احیای برجام را در کنار تحولات منطقه بررسی می‌کنیم. در این برنامه سه مهمان داریم: کامران متین، استاد روابط بین الملل از برایتون، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای متین، صحبت رو با شما شروع بکنیم. در قطر چه میگذره؟ چی میدونیم از این مذاکرات؟ رفت آمدهای فراوان به تهران از سوی وزرای خارجه قطر و عمان در ماه‌های گذشته و تبادل پیام‌هایی که گویا اتحادیه اروپا بین ایران و آمریکا انجام داده، طرفین به این نتیجه رسیدن که به اندازه کافی اشتراک نظر هست که دوباره این مذاکرات رو از سر بگیرن. با توجه به اینکه موضع آمریکا در مورد دو شرط اصلی ایران که فراپرجامی آمریکا تلقی کرده بود، یعنی خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان تروریستی آمریکا و همچنین اینکه آمریکا تضمین بده دولت بعدی از برجام اعاده شده خارج نخواهد شد، اینها رو منتفی دونستن و امکانش وجود نداره، معلوم هست که ایران بالاخره با علم به اینکه این در این دو موضوع یا اصولا این دو موضوع روی میز نخواهند بود به قطر رفته. در نتیجه باید دید که ایران، جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با عدم برآورده شدن این دو شرط برجامیش انتظار چه به اصطلاح امتیازاتی رو از آمریکا داره که و به نظر میرسه که هم بر اساس چیزی که وزیر خارجه ایران میگفت، هم بر اساس اظهارات مشاور تیم مذاکراتی ایران در وین، ایران بیشتر فوکوس هست، تمرکزش هست روی دامنه تحریم هایی که قرار برداشته بشه و تضمین ها و یا امکاناتی که ایران میتونه داشته باشه برای منتفع شدن حد اکثری از تحریم ها. چون یکی از گلایه های ایران از برجام 2015 این بوده که گویا تحریم ها به تمامی برداشته نشده یا تحریم های ثانوی امکان عملی شدن بعضی از تحریم‌ها که دیگری که برداشت شده بر ایران به اصطلاح به وجود نیاورده. ولی خب کماکان طرفین واقعا از هم دور هستن و اینکه در این مذاکرات واقعا بتونن به هم برسن به هیچ عنوان قطعی نیست، ولی نفس اینکه دارن دوباره حرف میزنن نشون میده که خب هیچ کدوم در مذاکره رو یا امکان توافق رو منتفی نمیدونن. بسیار خب آقای علیزاده، میدونیم که خبرهای چندانی از قطر نمیاد. شما این مذاکرات رو متمرکز بر چی میدونید؟ ببینید، تا اختلافی که حاصل شد سر مسئله رفع تحریم از سپاه، گفته میشد که به قول آقای اولیانوف گفته شده بود که ما در اون 5 دقیقه آخر بازی هستیم، با حساب مثلا فوتبالی 5 دقیقه آخر بازی هستیم و همه چی داره به خوبی و خوشی پیش میره. من فکر میکنم مهمترین فاکتوری که مذاکرات رو برهم زد مسئله جنگ اوکراین بود. روس‌ها که می‌دونستن خب وارد جنگ خواهند شد، ولی دستشون رو نکرده بودند و تدارک می‌دیدند که نفت ایران، گاز ایران، توان انرژی که ایران وارد بازار نشود، که اگر می‌شد چنین روزی در جنگ اوکراین خب باز نفت ایران بازار رو اشغال می‌کرد. آقای علیزاده، اگر ممکنه روی خبر امروز خواهش میکنم متمرکز بمونیم، این بخش رو صحبت کنیم، اگه فرصت رسید حتما به اون چی که تا الان گذشته میپردازیم. از امروز چه خبر؟ از این مذاکرات چه ارزیابی دارید؟ اصولا به نظر شما روی چی متمرکز؟ بر به همین میخواستم برسم که من کمی امیدها برگشته به این که یک عامل منفی از مذاکرات کاسته شده و 3 عامل مثبت افزوده شده. عامل منفی
عبارت از این که دیگه واسطه به نام روسیه این وسط نیست، که آنچنان که خود میخواست پخت و پز میکردش. عامل دوم این هست، عامل مثبت یکیش این هستش که میزبانی به قطر رسیده. قطر بسیار روابط حسنه‌ای با تهران داره، همچنان که با واشنگتن داره، و به دلیل میزبانی جام جهانی میخواهد که یک آرامشی در منطقه برگزار بشه تا اینکه به اصطلاح با میزبانی جام جهانی به هم نخوره، هیچ آسیبی به نرسه. بنابراین انگیزه بسیار زیادی داره که ایران و آمریکا رو به هم برسونه، روابط حسنه هم با هر دو داره. فاکتور مثبت دوم این هستش که این دور از مذاکرات دیگه مذاکره ایران و ایران و آمریکاست. دیگه هیچ انرژی مصروف چین و بریتانیا و فرانسه و آلمان نمیشه. عامل سوم مثبت هم این هستش که امریکایی‌ها هم در محاسباتشون به این نتیجه رسیدن که خب ما نگرانی های از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران داریم، ولی این نگرانی های ما دیگه به اندازه پوتین نیست. پوتین داره دنیا رو، جهان رو تهدید به جنگ جهانی سوم از نوع اتمی میکنه. بنابراین میشود با نگرانی ایران کنار اومد، امتیازهایی رو داد، امتیازهایی رو گرفتش. با این محاسبات وقتی سرهم بزنه و موافقات حد اکثری که قبلا حاصل شده بود، میشه انتظار داشت که توافقی در دسترس باشه. بسیار خوب. آقای سعدزاده، شما چه خبر دارید از قطر؟ چه اطلاعات جنبی هست و به نظر شما این مذاکرات حول چه محوری است؟ فکر کنم حول برداشتن تحریم از قرارگاه خاتم الانبیا است و یا نهادهایی که ایران مایل بعد از توافق احتمالی توسط این نهادها فعالیت اقتصادیش رو در جهان انجام بده. این فکر کنم مسئله اصلی باشه. یکی دوم، ظاهرا جمهوری اسلامی به یک چیز دیگه هم رسیده. اگه به خاطر داشته باشید، آقای جلیلی همون موقع که زمان احمدی نژاد مسئله پرونده ایران بود و آقای باقری هم از نزدیکان آقای جلیلی هست، همیشه میگفتن که چرا باید در ژنو باشد مذاکرات، چرا باید در وین باشه و چرا نباید بیاد در منطقه خودمون. و این در حقیقت به خواستشون رسیدن. از طرف دیگری هم از یه نظر قطر براشون به این علت خوبه که تقریبا دور از انظار عمومی جهانیه. یعنی خب اگر همین مذاکرات در عمان هم برگزار میشد که به عنوان به طور سنتی واسطه سنتی بین این دو گروه دیگه، نه، در اون چیزی که در عمان برگزار میشد مخفی بود، پشت درهای بسته بود، اینجوری رسمی نبود. ولی مگه در قطر درها بازه؟ مگه اجازه دادن خبرنگاران بدون؟ یعنی یکی از دلایلی که میگن در قطر برگزار میشه همینه که دسترسی خبرنگارها بهش کمتره. قول داده به ظاهرا قطر که اخبار مذاکرات رو مخفی نگه داره. یعنی منظورم اینه که از این نظر که خب خیلی فرقی نمیکنه، ولی به طور سنتی این عمان بود که بین دو دولت جمهوری اسلامی و آمریکا معمولا میانجی بود. آره، اون میانجیگری رو عمان میکرد که بعداً برسد به مذاکراتی که در وین دیدیم. این جای خود این مذاکرات مخفی بود که ایران با آمریکا داشت انجام میداد. اون یه چیز دیگه است. اون چیزی که در وین انجام میگرفت در منظر افکار عمومی بود. خبرنگار شما اونجا بود، خبرنگار بی بی سی بود، خبرنگارا از تمام جهان بودن، میرفتن میمدن، با نمایندگان مختلف صحبت میکردن. خیلی از مسائل و خبرنگار بین المللی میتونستن در بیارن که الان اوضاع چیه، اتمسفر. خب این وضع بعقیده من در دوحه نخواهد. خب شما فکر میکنه که به تمرکز مذاکرات اشاره کردید به اینکه برداشتن تحریم های خاتم الانبیا است. چرا تحریم های خاتم الانبیا؟ میدونیم که در دور قبلی وقتی باقری یکنی از تهران برگشت، بحث رفع تحریم های سپاه پاسداران رو گذاشت روی میز و به همین دلیل این مذاکرات به بنبست خورد، به تعویق افتاد، حرف و حدیث در این بین زیاد بود. به قرارگاه خاتم رضایت میدن؟ آره، به خاطر این که از سر مسئله سپاه پاسداران گذشتن، پذیرفتن که سپاه در این لیست باشه. چون برای جمهوری اسلامی این که بارها تکرار کرده منفعت اقتصادی مهمه. جمهوری اسلامی میخواد پس از این قرارداد امکان، یا پس از این توافق، امکان فروش نفت و آمدن دلار و بهتر شدن وضع اقتصادی، و در کنار اون در این حال برنامه های دیگری رو هم که داره انجام بده. این خواسته ایران هست و ظاهرا
اگر آمریکا موافقت بکنه که بخشی از تحریم ها رو برداره، جمهوری اسلامی به خاطر شرایط عجیبی که درش قرار گرفته، شرایط بین‌المللی، شرایط درونی، شرایط اقتصادی، من فکر می‌کنم حاضر باشه یک توافقاتی هم بکنه. ممنونم. آقای متین، اشاره کردند آقای علیزاده به اینکه آمریکا نگرانی‌هاش از بابت روسیه بیشتر است از نگرانی از بابت ایران. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عملاً یک جنس دیگری از نگرانی ایجاد خواهد شد برای نظام بین الملل. شما چقدر با تحلیل ایشون موافق هستید و اصولاً خود شما فکر می‌کنید که گام بعدی این مذاکرات چی خواهد بود؟ منتظر چه جور نتیجه‌ای باید باشیم؟ آیا رفتن که توافق بکنن یا نه هنوز در مرحله چانه‌زنی هستند؟ من فکر می‌کنم که مستعلق شدن جمهوری اسلامی ایران به اسلحه هسته‌ای قطعا خط قرمز ایالات متحده باقی میمونه و این که روسیه مثلا مشکل اصلی تر هست، به نظر من تاثیر روسیه بیشتر از این لحاظ هست که خب برای اینکه روسیه رو مهار بکنن در رابطه با اوکراین یا در جاهای دیگر، خب اتحادیه اروپا باید از این وابستگی نفتی و انرژیش به روسیه بکاهد که در دراز مدت خب این فقط از طریق اینکه جایگزین پیدا بشه برای این سوخت در بازارهای جهانی امکان پذیر هست. ضمن اینکه خب یک جنبه داخلی هم در خود آمریکا هست به دلیل انتخابات میان دوره‌ای که پیش رو هست و دموکرات‌ها خب وضعشون چندان خوب نیست. قیمت سوخت هم معمولاً در آمریکا در واقع دماسنج سیاسی رو تعیین میکنه و براشون مهم است که بالاخره قیمت انرژی رو کم پایین بیارن. در نتیجه خب، ولی در این حال من میخواستم اینو اضافه بکنم که برای روسیه هم علارغم استفاده های تاکتیکی که از این مسئله به اصطلاح مشکل هسته ایران آمریکا استفاده کرده، نذاشته در بعضی مواقع صورت بگیره، سنگ اندازی کرده، ولی به لحاظ استراتژیک من فکر نمیکنم روسیه به نفعش باشه و یا به نفعش تلقی بکنه که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا بکنه. به این دلیل همینجا برگردیم به اون بخشی که صحبت کردید در مورد محورهای انرژی. در دور قبلی که مذاکرات متوقف شد، میدونیم که صحبت در واقع این لاوروف مخالفتی که اعلام کرد بر این اساس بود که اگر تحریم‌های ایران جمهوری اسلامی عملا در این مذاکرات به جایی برسه که تحریم‌های ایران قرار بشه لغو بشه و این تحریم‌ها منافع روسیه رو تحت شعاع قرار بده، خب عملا مخالفت خواهد کرد. در یک همچین وضعیتی شما فکر می‌کنید، خب سفر لاوروف رو هم داریم که اخیراً به تهران سفر کرده، تو این وضعیت شما فکر می‌کنید چگونه است که روس‌ها اجازه دادن به جمهوری اسلامی که قدم بگذاره دوباره در بحث مذاکرات احیای برجام؟ چه چیزی گرفتن؟ منافع اونها چطور تضمین شده؟ من فکر میکنم اون حرکت در اول جنگ بود، هنوز خیلی معلوم نبود دقیقا تحریم های غرب چه تأثیری خواهد گذاشت. الان با گذشت چند ماه معلوم شده که آثار تحریم ها حداقل در این کوتاه مدت و میان مدت به اون شدتی که غرب انتظار داشت نبوده. روسیه در این مدت تونسته با قیمت حتی ارزان‌تر از ایران نفت به چین بفروشه. در نتیجه یکی از محاسبات عمده جمهوری اسلامی در رابطه با زیاده خواهیش یا طرح در اصطلاح شروط فرابرجامی به دلیل اینکه گویا با فروش نفت به قیمت بیشتر به چین در نبود نفت روسیه میتونه این رو جبران بکنه، خب این هم غلط از آب در اومده. در نتیجه احتمالاً روسیه به مرحله رسیده که این سنگ اندازی براش به اصطلاح خیلی نفع نداره، ضمن اینکه چین در پشت صحنه ممکنه خب نقشی ایفا کرده باشه و در هر صورت اگر مکانیسم ماشه رو کشورهای غربی فعال می‌کردن، من فکر نمی‌کنم روسیه یا چین به همراه همدیگر یا به تنهایی هر کدومشون واقعا در موقعیتی بودن که بخوان این رو وتو بکنن و عملا راه رو برای به اصطلاح هسته‌ای شدن، نظامی شدن برنامه هسته ایران به اصطلاح آماده بکنن. در مجموع این موارد به اصطلاح این شرایط دست به دست هم داده که ضمن اینکه ایران خودش هم بالاخره مجبور به اصطلاح میدونیم که با روسیه وارد بحث شدن در این زمینه و به هر حال موضع خودشون رو در تمایل اصولی به توافق عنوان کردن و خب روسیه در این زمینه ظاهرا فعلا حداقل کوتاه مونده. راه رو برای نظامی شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار میکنه. شما معتقد نیستید که برنامه جمهوری اسلامی همین الان ماهیت نظامی داره؟ منظورم این بود که گرایش نظامی که داشته، مثلا یک بحث عمده با آژانس سر این هست که این ذرات به اصطلاح رادیواکتیو در سری سایت‌های اعلام نشده هنوز ایران جواب خاصی نتونسته بده، به این معنا که اصولا بمب هسته‌ای بسازه و بتونه این رو از طریق مشکلات بالستیک داره. دقیقاً، یعنی اون گروز هسته‌ای که الان به عنوان معیار تعیین شده این عملا رخ بده و بتونن یک سلاح هسته‌ای رو بتونن امکانات پرتابش رو هم فراهم بکنن و نه فقط تولیدش رو.
بسیار خوب. آقای علیزاده، در همزمان با این گفتگوها نشست دیگری هم در منامت برگزار شده و کشورهایی که به حال عضو پیمان ابراهیم هستند با اسرائیل گفتگوهایی رو دارند. شما فکر میکنید که وضعیت در منطقه به چه شکل تغییر خواهد کرد با توجه به اینکه این مذاکرات همزمان هست با اونچه که در قطر داره میگذره؟ ببینید، من اول اینو توضیح بدم که پرسشی که از آقای متین پرسیدید، ببینید امریکا و متحدین اروپاییش به خوبی میدانند که در نهایت جمهوری اسلامی در وخیمترین وضعیت یک تهدید بالقوه است، اما اینک روسیه تهدید بالفعل شده. دیدید در جلسه دیروز 7 کشور صنعتی گرده هم آمدن، هم روسیه پایتخت کیف رو حمله کردش، یعنی پیام مستقیم به 7 کشور جهان، و به بلاروس هم گفته که توان موشک اتمی خواهیم داد. اگر این رو در نظر بگیریم، درکه که اسرائیلیا پیدا کردن این هستش که خب آمریکایی‌ها اولویتشون چیز دیگری، آمریکایی‌ها در ترس ما اسرائیلی‌ها رو آنچنان که باید اعتنا نمی‌کنن، ما خود می‌بایستی دست به کار بشیم. یعنی منطق اسرائیل این هستش. خب از طرفی هم گام‌های بلندی رو اسرائیل برداشته، موفقیت‌های بسیار قابل چشمگیری رو به دست آورده در اثر پیمان ابراهیم. اون پیمان ابراهیم عملاً داره ابعاد نظامی پیدا می‌کنه. تا اینجا آنچنانی که اسرائیل اعلام کرده، یک دستاورد دفاع هوایی رو توانستن تا اندازه ای سامان بدهن، آنچنانی که اسرائیل گفته. من شخصا نمیدونم چقدر درست یا نه، ولی به دنبال این هم هستن که یک ناتوی، اصطلاحا ناتوی عربی و عبری هم تشکیل بدهن. در این قطاری که اسرائیل لوکوموتیو هست و داره به پیش میرانه، در این قطار کشورهایی هستن که بسیار همسوان: مراکش، مصر، بحرین و امارات. اما از طرف دیگه خب کشورهای دیگه مهم عربی هم هستن که همسویی ندارن. به هر حال اسرائیل داره تلاش خودش رو میکنه که اون قوه رو در نظر امریکا برجسته کنه. فکر کنم صدای من با یه تأخیر میاد خدمت شما. گفتین کشورهای مهم عربی هم هستند که همسو نیستند با اسرائیل. منظورتون که منظورتون عراق و سوریه است؟ عراق و لبنان مشخصا در شورای همکاری خلیج فارس، کویت، قطر و عمان سازگاری ندارند برای اینکه با عربستان، با اسرائیل عادی سازی بکنن. عربستان تمایل داره اما ترس داره، بن سلمان میترسه تخت خودش رو از دست بده. خب کشورهای دیگر عربی، شما نگاه کنید، اردن کشوری هستش که با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کرده اما در این اجلاس نقب نبوده و در اجلاس بحرین هم حضور نداره. خب اینا پیام‌هایی هستش که آنچنان که اسرائیل بخواد، میل اسرائیل هستش این دایره از 4 کشور عربی بزرگتر نشده. بسیار خوب. آقای سعدزاده، نظر شما چی هست؟ به نظر شما نشست منامه دنبال چی هست و اصولا این همزمانی این دو به نظر شما چقدر معنی داره؟ من فکر کنم یک مقدمه است برای اون چیزی که قرار است در ریاض تشکیل بشه. من فکر میکنم که کنفرانس ریاض که با حضور آقای بایدن انجام میگیره و در اون کشورهای بیشتری شرکت میکنن و همین پیمان ابراهیم هم یکی از اون مسائلش هست و همین مسئله دفاع هوایی کشورهای عربی که اسرائیل مایل گنبد آهنینشون به همشون بده و خودش به اصطلاح با کمک آمریکا کشورهای عربی منطقه رو زیر چتر دفاعی خودش بیاره علیه ایران، اینا همه مسئله است. در فراموش نکنید آقای بایدن چند روز پس از اینکه برنامه مسافرتش به خاورمیانه منتشر شد، یک خبرنگاری فکرم واشنگتن پست بود ازش پرسید که شما دارید میرید به سراغ قاتل خاشقچی و اون مسئله خاشقچی چی شد؟ گفت من نمیرم به سراغ بن سلمان به تنهایی، من کارهای بزرگتر و بلندتری دارم بر اونجا. احتمال داره انرژی یکی از اونها باشه، مسئله انرژی که جهان باراش روبرو هست، و این مسئله ای که اسرائیل مطرح کرده که ما بیاییم برای خونسا کردن
تهدیدهای پهپادی و موشکی ایران یک سامانه دفاعی برای تمام این کشورها درست کنیم. اگر این انجام بگیره که ما نمیدونیم، توازن نظامی منطقه عوض خواهد شد. چون به چه شکل تغییر خواهد کرد؟ یعنی شما فکر میکنید برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو تحت شعاع قرار خواهد داد به گونه که بی اثر بشه؟ موشک هایی که در اختیار حزب الله هست بیش از این قادر نخواهد بود تأثیر گذار بشه؟ ببینید، گنبد آهنین اسرائیل قادر شده تا به حال حدود 90%، بالای 90% موشک هایی که حماس از غزه میفرسته یا احتمالاً حزب الله خواهد فرستاد، میتونه با این گنبد هوایی اسرائیل ظاهراً اونقدر هست که حتی ارتش های اروپا میخوان بخرن. یکی این، دوم که اسرائیل اصلا در پی این هست که دفاع هوایی لیزری هم پاش باشه. بنابراین مثل اینکه بهترین دفاع هوایی است گنبد آهنینه. حتی بعضی ها میگن از سیستم پاتریوت آمریکا هم بهتره. من متخصص نظامی نیستم، ولی یکی از سامانه های دفاعی هوایی بسیار مؤثری هست. و به خاطر مسائل سیاسی و از جمله همینطور پیمان ابراهیم، اسرائیل بدش نمیاد، نگفته من هم میخوام بفروشم، بلکه گفته با سپانسرینگ، با پشتیبانی آمریکا میخوام اینو در منطقه ایجاد. اگر این ایجاد بشه، شما میدونید که مهمترین برنامه مهم ایران از نظر دفاعی فعلا موشک و پهپاده، چون هنوز نرسیده. و این اگر چنین سامانی هوایی، سامانی ضد هوایی بشه، الان مسئله موشکی و پهپادی ایران بلا موضوع میشه. بنابراین ایران شما فکر میکنید این توازن ممنونم آقای سعد. بفهم جملتون تمام کنید. من فقط تمام میکنم. اگر این انجام بگیره، ایران از مهمترین دفاع نظامی ساقط میشه، چون هواپیما که نداره جمهوری اسلامی به اون صورت، هواپیما نظامی، نیروی زمینی که نداره، فقط تا به حال نقطه قوتش موشک ها و پهپاد باش بود. و اگر این سامان دفاعی تموم بشه، عملا مسئله قدرت نظامی ایران عوض میشه. بسیار. و همین هم گفتم موازنه در منطقه عوض. آقای متین، شما ارزیابیتون چی هست؟ به نظر شما آیا این تغییر و تحول منطقه، این توازن و تغییر توازن رخ خواهد داد با توجه به اینکه خب اگر این وضعیت همینطوری پیش بره، به برجام، به احیای برجام برسند یک جور توازن خواهیم داشت، نرسند یک جور توازن خواهیم داشت؟ شما ارزیابیتون چی هست با توجه به حرکتی که اسرائیل پیشنهاد کرده؟ همین امروز کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که کشورش قصد داره که از آمریکا بخواد که سامانه دفاع هوایی لیزری رو به کشورهای عرب منطقه از جمله امارات عربی و عربستان سعودی بده. شما فکر میکنید این چقدر محتمله؟ به نظر شما توازن رو چطور تغییر میده؟ به نظر من دو نکته هست اینجا. یکی این که من فکر نمی‌کنم یک شکاف خیلی عمیق استراتژیک بین موضع اسرائیل و آمریکا در مورد ایران باشه. طبیعتاً اسرائیل سعی می‌کنه که با حضور در فرمول بندی سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران، این رو تا حدی که می‌تونه به اصطلاح شکل بده. ولی در خود اسرائیل مواضع در مورد برجام یکسان نیست. همین دیروز پریروز روزنامه یدیوت آهارونوت یک به اصطلاح گزارشی چاپ کرد که بر اساس اون فرماندهان ارتش و نیروهای به اصطلاح نظامی اسرائیل، ما فکر میکنن که اتفاقا برجام اعاده بشه خوبه، چون در بدترین حالت به اسرائیل وقت میده که بتونه خودش رو آماده بکنه برای احیانا یک حمله‌ای که بدون کمک آمریکا بتونه انجام بده. در نتیجه حتی در میان مدت و کوتاه مدت به نفعشون. از اون طرف ولی موساد مثلا گویا خیلی مخالف اعاده برجام است. در هر صورت دولت اسرائیل باید نظرات همه این ارگان‌های نظامی امنیتی خودش رو در نظر بگیره. اما اینکه در همزمان که آمریکا برگشت با مذاکرات مثلا این دفاع ضد هوایی منطقه‌ای با رهبری اسرائیل به کمک آمریکا صورت میگیره، بایدن با منطقه میاد، روابط عربستان و ترکیه و عربستان و اسرائیل در حال به اصطلاح عادی شدن و پیشرفت است، همه اینها الزاما ناقض این مسئله نیست که آمریکا یا این کشورها دوست دارن برجام به شکلی از اشکال احیا بشه، بلکه بخشی از یک استراتژی دو جانبه است.
یعنی این کشورها و آمریکا و اسرائیل همزمان که به لحاظ نظامی و امنیتی خودشون رو تقویت میکنن، سپر دفاعی درازمدت‌تری درست میکنن در رابطه با ایران، ولی در این حال این خودش یک نوع اهرم فشاری هست که به ایران وارد بکنن که در مواضعش در رابطه با برجام تجدید نظر بکنه. وقتی که برنامه هسته ایران دوباره زیر به اصطلاح کنترل آژانس در اومد، اورانیوم غنی شدهش پلمب شد و امکانات آژانس برای به اصطلاح رصد ایران کاملا به جای خودش برگشت، اون موقع حداقل اونها یک بازه چند ساله خواهند داشت، حداقل تا پایان انقضای بندهای موسوم به بند غروب برجام، یعنی حدود 9 سال، که در مورد به اصطلاح برنامه هسته ایران بشینن فکر بکنن که دقیقاً چیکار میتونن بکنن و در این فاصله به لحاظ نظامی هم خودشون رو در واقع ایمن میکنن. یعنی این دو مسئله به نظر من ناقض همدیگر نیستن. در یه سوال مطرح میکنم که مایلم نظر هر سه شما رو بدونم، اگر که حالا هم نظر بودید که بگذاریم بریم سراغ محور دیگری. شما فکر میکنید که این توافقی که در مورد احیای برجام دارن در موردش صحبت میکنن، حالا با همه حواشی که داره، آیا یک توافق نصف نیمه خواهد بود؟ توافقی خواهد بود با توجه به اینکه میدونیم به هر حال دولت بایدن هم مدت دیگر به هر حال دوره ریاست جمهوری او به پایان خواهد رسید، این توافق نصف نیمه چه مشکلی رو از جمهوری اسلامی حل خواهد کرد؟ چه مسئله‌ای رو در ایران ایجاد خواهد کرد یا به هر حال حل خواهد کرد؟ خب این مسلم است که عین برجام نخواهد. مثلا همین الان هم بحث این هست که آمریکا پذیرفته فرض کن که سانتریفوژهای پیشرفته ایران برخلاف دور قبل نابود نشن یا از ایران خارج نشن، بلکه در خود ایران بمونن، که خب این در اگر احیانا به هر دلیل ایران از برجام خارج بشه یا آمریکا دولت بعدی آمریکا خارج بشه، امکان ایران این که برای که به سرعت بتونه اینها رو مورد استفاده قرار بده و غنی سازی سریع انجام بده بیشتر میکنه. یعنی از این لحاظ خب خیلی متفاوت هست. یعنی در واقع درس‌های رو که از متن قبلی برجام جمهوری اسلامی گرفته سعی داره میکنه که توی این دور جدید بگنجونه و سعی کنه که فشار رو از خودش به هر حال کم بکنه، هزینه های جنبی رو در صورت بیرون آمدن خودش یا یکی از کشورهای عضو کمتر کنه. بله به نوعی، یعنی آمریکا پذیرفته که زمان گریز هسته‌ای 12 ماهه‌ای که در برجام پیش بینی شده بود عملاً در این دور جدید غیر قابل به اصطلاح پیاده کردن هست. یعنی این به نظر من یک به اصطلاح امتیاز مهمی است که ایران به شکلی میگیره. اما این نکته‌ای که شما گفتید خیلی مهم هست، چون با توجه به وضعیت سیاست داخلی آمریکا و اینکه فقط 2 سال از دوران بایدن باقی مونده، خیلی بعید هست، یعنی یکم مشکل هست برای شرکت‌های بین‌المللی که فرض رو بر این بگیرن که دولت بعدی دموکرات خواهد بود و در این حال به مدافع این برجام احیا شده حالا به هر شکلی خواهد بود. در نتیجه حتی اگر آمریکا تحریم‌های خودش رو هم برداره، در این که در این 2 سال واقعا همه بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، یکم به اصطلاح به نظر من خیلی خوشبینانه هست. ولی شاید انتظار جمهوری اسلامی این است که بالاخره با وضعیت داخلی، انفجار اعتراضات و سستی کلاً سیستم به طور کلی، حداقل ورود ارزی که از فروش نفت به دست میاره در این 2 سال میتونه ایران رو کمک بکنه که برای دور بعدی به اصطلاح بحران با آمریکا خودش رو آماده بکنه. بسیار خوب. در ادامه همین فقط اگه شما لطف کنید بگین که اشاره کردید به بحث اعتراضات در ایران، شما فکر میکنید به توافق رسیدن نصف نیمه، این توافق به هر حال بینابینی که ممکنه که دو طرف بهش برسند، وضعیت مردم رو در ایران چگونه تحت تاثیر قرار میده؟ یعنی ما شاهد سرکوب بیشتر از جمهوری اسلامی خواهیم بود به این دلیل که خب به هر حال پشتش گرم هست به اون اتفاقهایی که در عرصه بین الملل افتاده، نیازهای غرب به جمهوری اسلامی با یا منابع نفت یا انرژی باعث میشه که مثل همین الان که روش رو اون طرف میکنه و توجه نمیکنه به مسائل جدی حقوق بشری بیشتر ادامه ده. یعنی میخوام بدونم که حکومت رو گستاختر میکنه در قبال مردم یا نه حکومت ممکنه که کارهای دیگه بکنه. من فکر نمی‌کنم هیچ مسئله‌ای واقعاً در جمهوری اسلامی سستی در سرکوب به وجود بیاره، نه در گذشته نه در آینده. یعنی سرکوب همیشه به اصطلاح حرف اول آخر جمهوری اسلامی هست و حتماً درش تردید نمی‌کنه در بکارگیریش. اما چیزی که رخ خواهد داد این است که فساد اداری، ناکارآمدی سیستم کلاً اینها به دلیل برجام الزاماً در ایران درست نخواهد شد. ولی چیزی که رخ خواهد داد این است که نفس این که قیمت ارز پایین بیاد و تورم پایین بیاد، قیمت کالاهای اساسی تا حدودی کمتر بشه، برای مردم بالاخره یک مجاری تنفسی ایجاد میکنه. و اینکه از این وضعیت جدید واقعا جنبش‌های مدنی و اجتماعی سیاسی در ایران چقدر میتونن برای سازماندهی خودشون استفاده بکنن، به دلیل اینکه گرسنگی بلافصل حداقل ممکن یکم کمتر بشه، خب این رو باید دید که چقدر واقعا این تشکل‌ها میتونن رو به جلو راه برن. ولی من فکر نمی‌کنم در
اراده جمهوری اسلامی برای سرکوب خلالی وارد بشه. واقعا بسیار خوب آقای علیزاده، نظر شما نسبت به تحلیل آقای متین چه و اگه خودتون نکته افزودنی دارید بفهمید. بله نه درسته، مسئله سرکوب اگه زمان مختزیش باشه جمهوری اسلامی نشون داده که اگه ممکنه خواهش میکنم با بس ارزیابیتون در مورد یک توافق نصف نیمه برجامی یه چیزی که به هر حال الان ممکن بهش برسند شروع بفرمایید. بله ببینید، برجام اگر حتی برجام 2015 یا میشد که نمیشود، دیگه قوی تر از پیمان اقلیم در اقلام پیمان پاریس، پیمان یونسکو نبود که آمریکا از اونها هم خارج شد. حالا این برجامی هم که در راه هست اگر احیا بشود ضعیف‌تر از 2015 است، باز هم متزلزله و آمریکا هر زمان میتونه ازش بیرون بره. اما وقتی که تهران محاسبه میکنه که وضعیت اقتصاد درونی چنان آشفته هستش که نگاه کنید از 98 تا الان چقدر اعتراضها بالا گرفته، و از طرفی هم نگاهی دارن به اینکه آقای پومپئو برای به اشرف پایگاه اشرف سفر میکنه، آقای پنس مایک پنس همین چند روز پیش به اشرف سفر میکنه، اینها هر دو از نامزدهای احتمالی جمهوری خواه‌ها برای دور بعدی ریاست جمهوری هست. کسی چه میدونه اگه آقای ترامپ هم نیاد شاید یکی از این دوتا بیاد بالا. در اون زمان تهران دیگه اصلا برجام برباد خواهد رفته خواهد بود. در امروز که جهان نیازمند انرژی است، آمریکا دست خودش رو دراز کرده به آقای مادرو در ونزوئلا و بن سلمان که اون رابطه بد رو با بین بایدن و بن سلمان وجود داره، و جمهوری اسلامی که خب روابط تنش آلودی بین تهران و آمریکا وجود داره، همه اینها به خاطر معادلات اوکراین هستش. بنابراین سرجم وقتی که در تهران نشسته باشید جمع بزنید، میگید که الان زمان این هستش که یک توافقی ولو ضعیفتر از 2015 حاصل بشود، و حالا به امید این که ببینیم بعدا در آمریکا هم چه اتفاقاتی میفته. من حرفم سوالم همین بود آقای علیزاده، که اگر به یک توافق نصف نیمه ای برسند، این توافق نصف نیمه چه گرهی از حکومت جمهوری اسلامی باز میکنه، چه گرهی از مردم ممکنه باز بکنه، با توجه به اینکه به هر حال ممکنه کوتاه مدت باشه، چی کار میکنه؟ بله واقعیتش این هستش که ببینید همین الان هم که تهران میتونه نفت و گاز بفروشه، به مقدار کمی داره نفت خودش رو میفروشه، گفته میشه 1 تا 2 میلیون بشکه داره میفروشه، حالا با ولو به صورت قاچاق، باز آمریکا چشمشو بسته. همین مقدار که عراق 1.5 میلیون پول، 1.6 میلیارد پول ایران رو پرداخت کرده، باز با موافقت آمریکا بوده. همین که بریتانیا بدهی خودش رو به ایران پرداخت میکنه، ولو قصه خانم بدهی که نبود که آقای علیزاده، باج مشخص بود دیگه، باج گرفتن و بریتانیا باج داد. نه 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 نه، بدهی بریتانیا به ایران بود، ولی ایران به روش متعارفی با باجگیری این کار رو انجام داده. یعنی عملا به شیوه پرداخت باج پرداخت شد، اگه میخواستن بدهی رو بدن همون موقع که دادگاه رأی داده بود میبایست این پول رو میدادن، ولی خب اینا پول رو ندادن. اونا بحث منحرف نشه، الان بحث من اون خانم زاغری نیستش، میخوام بگم همین مقدار که به این بدهی پرداخت میشود، باز هم با اجازه آمریکا هستش، وگرنه این پول هم باز به دست تهران میدون متوجه هستش که در این فضای بین المللی که به وجود آمده، فضای اوکراین و دولت بایدن که گفته بود برجام برمیگردن، یه چیزی میتوانه دستش رو بگیره. به اصطلاح مسئله معروف میگن از این درخت ها اون درخت، از این درخت ها اون درخت، یا از این کوه تا اون کوه یه فرجی حاصل بشود. خب این نشان این هستش که این فرجی که قرار حاصل بشه چی قرار باشه آقای علیزاده؟ یعنی جمهوری اسلامی به دفعه قبل میدونیم که خب یه پول هنگفتی دستش اومد، این دفعه قراره پول بگیره، این دفعه قراره که تضمین هایی در زمینه این که خب به هر حال بتونه نفتش رو بفروشه است. میدونیم چه پیش ارزیابی هایی داریم در مورد اینکه سازوکار پس از اون توافق نصف نیمه بین جمهوری اسلامی و غرب چه خواهد بود؟ ببینید من تمام حرفم این هستش، از زاویه تهران دارم به مسئله نگاه میکنم. چرا تهران
کوتاه آمده، چرا حاضر نیست از بندازه 3 ماه تحمل نمیکنه که تحریم از سپاه پاسداران همش برداشته نشه؟ چرا کوتاه اومده دوباره؟ چرا نرمش مجدد؟ یه سوء اشتباه محاسباتی بود دیگه. شما اگه در نظر بگیرید 23 فوریه باقری کنی برمیگرده میره تهران، 24 جنگ روسیه شروع میشه، از اون طرف شما بعد از اینکه برمیگرده در تاریخ فکر میکنم، حالا من الان تاریخ رو پیدا نمیکنم، اتفاقا داشتم این ارزیابی زمانی رو، بعد شما میبینید که از هفته بعد که مذاکرات دوباره شروع میشه برمیگردن سر اینکه تحریم های سپاه باید انجام بشه. یعنی منظورم اینه که این اگر بوده فکر کردن میتونن اینجا باز یک باج بیشتری بگیرن، خب جواب نداده، برگشتن سر میز به این دلیل که اقتصاد دیگه جایی نداره برای فشار. خودتون صحبت میکنم باهاتون آقای علیزاده، فکر کنم ارتباطمون قطع شده. یه لحظه قطع شدش، ولی من پرسش شما رو متوجه شدم. ببینید، تهران به دلیل اینکه الان زیر ضرب اعتراضهای مردم قرار گرفته، فقط شما تعداد تظاهرات بازنشستگان، معلمان، آموزگاران، حتی کارمندان قوه قضاییه، زندانبانان قوه قضاییه اومدن اعتراض میکردن که پول بهشون نمیرسه. بله، حقوقاشون کمه. و از همه عجیبتر تعدادی از جانبازان دفاع مقدس که در شرایط شیمیایی و داروهای درمانی ویژه‌ای هستن که بایستی بهشون رسیدگی بشه، اینها اعتراض کردن و دستگیر شده بودن. یعنی یه نفر پاشو نداشت، چشمشو نداشت، دستش قطع شده بودش، اینهایی که در جنبازه، اینها به اعتراض پرداختن. وقتی این حجم اعتراض حالا نمیخوام سر هر ادبیاتی باهاتون یعنی بحث کنم، سر صحبت به خاطر اینکه کلمه دفاع مقدس رو به کار بردید، واقعا خب دفاع مقدسی در کار نبود دیگه. این جنگ 8 ساله‌ای بود که میدونیم الان بر اساس شواهدی که آمده که روح الله خمینی بیش از اون زمانی که میبایست این رو کش داد به دلایل مختلف دیگه. ببخشید من معذرت میخوام، اگر اجازه بدید بریم سراغ سعدزاده با توجه به اینکه خب دقایق زیادی هم نمونده. آقای سعدزاده، شما به ما در ابتدای صحبت توی بخش اول اشاره کردید که منفعت اقتصادی هم در میان هست. جمهوری اسلامی اگر براش منفعت اقتصادی مهم بود چرا اصلا این توافق رو انجام داد؟ شما در نظر بگیرید ما در همین بازه زمانی که مذاکرات دور جدید از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام در 18 اردیبهشت در 98 اتفاق افتاده، تا زمانی که 6 دور مذاکرات در دوران حسن روحانی داشتیم تا تاریخ 30 خرداد 1400 و از زمانی که باز در دوره رئیسی در آذر ماه 1400 مذاکرات شروع شده، همین دور اخیر توقف، همین 3 ماه پایانی، اگر در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی میتونست 2.5 میلیون بشکه نفت در روز بفروشه، فرض کنیم الان 1 میلیون بشکه میفروشه، میتونست روزی 1.5 میلیون بیشتر بفروشه. این یعنی روزی 150 میلیون دلار با احتساب اینکه قیمت به طور متوسط حدود 110 دلار بود در این مدت پس از حمله روسیه. این رو اگر ضرب در هفت بکنیم میشه تقریبا بالای 1 میلیارد دلار در هفته، 4.5 میلیارد دلار در 1 ماه. و این 4 ماه، فقط همین 4 ماه به تنهایی وقفه موجب شده که 18 میلیارد دلار در خوشبینانه ترین حالت ضربه بخوره. منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی یعنی چی اگر این گونه داره اداره میکنه کشور؟ برنامه اتمی ایران از اول تا به آخر ضرر اقتصادی بود. یکی از متخصصین صحبت کرده، ارزیابی کرده، این مجموعه مخارجی رو که ایران مجبور شده متحمل بشه از اول تا به حال چیزی شبیه 700 800 میلیارد دلار است. یعنی شما باید تمام این تحریما، تمام این عقب افتادن سرمایه گذاری ها رو، تمام این نیامدن سرمایه گذاران خارجی ایران، یکی از ارزیابی ها از چند تریلیون دلار صحبت میکرد آقای سعدزاده. میگم یعنی اگر بش خیلی کار مشکلی است. یعنی اگر بشینید حساب بکنید که در این مدتی که ایران دنبال برنامه هسته‌ای بوده، یک وقت یک استاد دانشگاه اصفهان حساب کرده بود، اون گفته از 700 میلیارد صحبت کرد، کسان دیگری به قول شما از تریلیارد صحبت کردن، از 1000 میلیارد اینا صحبت کردن. یعنی خیلی مشکل است حساب کردن این، ولی واقعیت این است
اگر تمام تحریم هایی که در این مدت به ایران شده، تمام موقعیت هایی رو که ایران از دست داده و تمام خسارت هایی که جبران شده بذارید رو هم، واقعا چیزی همون نزدیک تریلیارد میشه، هزار میلیارد اینا. اینه که جمهوری اسلامی معمولا دوراندیشی نداره، دراز مدت فکر نمی کنه. همون چیزی که آقای علیزاده گفتن، از این ستون به اون ستون فرجه. حالا هم چون، ولی من فکرم یه گشاش اقتصادی برشون به وجود میاد اگر این بازم شاهد خواهیم بود که پولها رو ببرن در منطقه خرج بکنن آقای سعدزاده، یا ممکنه که این رو به دلیل شدت مشکلات اقتصادی در داخل یه جور باریکش رو حداقل در داخل ببرن. آره نه، یه چیزی رو میخواستم بگم، میخواستم بگم گشایش اقتصادی به این منظور، قسمت اعظم اعتراضاتی که ما امروز در ایران میبینیم از کارمندان دولت، معلمین و بازشه، اینا کسانی هستند که صندوق دولت به اینها نمیتونه کمک بده. اگر اینها بتونن، اگر بتونن بعد از یک توافق نیمه، حالا اون توافق هم نمیدونیم چه صورت داره، مقداری ارز وارد بشه، اینها میتونن به بخشی از این کارمندان دولت یک پولهایی بدن، یه مقدار سطح این با این امید که این سطح این اعتراضات کمتر بشه. البته حرف شما درسته، همه پولها رو نمیبرن بدن به مستضعفین و اون کسانی که الان در خیابان‌ها اعتراض میکنن، بخشش هم احتمالاً سپاه قدس میگه باید به من بدین، ولی به هر حال با کل داستان باعث گشایش، یک نوع گشایش اقتصادی میشه. همین امروز به مجرد این که خبر این اومد که آقای باقری رفته به دوحه و آقای مالی، رابرت مالی اومده به دوحه، دلار نمیدونم دقیق 5,000 تومان ارزون شد، برخلاف اون چیزی که آقای رئیسی دائما میگفت من اقتصاد مملکت رو به برجام گره نمیزنم، واقعیت زندگی فوراً نشون داد که نخیر، زندگی خیلی، زندگی اقتصادی ایرانیان به مسئله برجام وابسته است. اینه که اگر اینها یک توافقی بکنن، خاتم الانبیا بتونه یک معاملاتی در سطح بین المللی بکنه، مقداری پولهایی رو که بلوک شده با وارد ایران بشه، گشایشی در کار دولت انجام میگیره، دولت اینو پخش میکنه بین کارمندان، ولی این راه حل نهایی برای اقتصاد ایران نیست. به اضافه اینکه بعضی از ارزیابی‌ها میگه که اصلا اینقدر پول بی پشتوانه چاپ کرده حکومت که خب این پول‌ها رو جلو جلو خرج کرده. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه و سپاسگزارم که از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.